و ما خبر آخر بنا به دعوت مؤسسه بیت المستقبل در بیروت پایتخت کشور لبنان آقای علی اطالقانی رئیس مرکز گرد همایی های النبع و تنی چند از اعضای مرکز در همایش ساختار لبنان در محاسبات آینده سوریه و عراق شرکت کردند به گزارش پایگاه تلارسانی دفتر آیتول العظمای شیرازی این همایش با حضور رئیس جمهور سابق لبنان، امیل الجمیل و با همکاری و مشارکت باتوس تاسیوپولوس، مدیر مؤسسه مطالعات اروپایی ویلفرید مارتین سنتر و همچنین مدیران و اعضای برخی از هیئت‌های متعدد عربی و غربی برگزار شد. علی طالقانی در این باره گفت: جلسه نخست این همایش به جوانب مثبت ساختار لبنانی و قابلیت اجرایی آن در کشورهای سوریه و عراق پرداخت که دکتر آنتوان مشره عضو شورای قانون اساسی لبنان دکتر هاشم داوود پژوهشگر انسانشناسی سیاسی در مرکز ملی فرانسه در بخش پژوهشها درباره عراق و میشل کیلو از نویسندگان بیانیه دمشق و بنیانگذار احیای جامعه مدنی در سوریه از طریق اسکایپ در آن سخنرانی کردند. اطالقانی افزود جلسه دوم این انجمن به امور منفی ناشی از مقوله ساختار لبنانی پرداخت که باید سوریه و عراق را از عوارض آن مسئولیت بخشید. همچنین در این مراسم دکتر حسن منیمنه پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن و مدیر اول میدل ایست آلترناتیو و سمیر سیاست سیاستمدار سوری و رئیس انجمن اقتصاددانان عرب و همچنین دکتر واسق الهاشمی رئیس مجمع عراقی مطالعات استراتژیکی در عراق و عضو مرکز گرد همایی النبع نیز سخنرانی کردند در خلال این همایش همچنین توافق به منظور همکاری بین مؤسسه بیت و مرکز گرد همایی های النبع صورت گرفت.